زنده باشید. عرض ادب، درود بر شما بینندگان عزیز، مهمانان بزرگوار و بینندگان که از سراسر جهان برنامه امروز رو میبینن. سخنم رو با شعری از شاه سخن فردوسی بزرگ میخوام آغاز کنم. همه شهر ایران سرای من است، که پور فریدون نیای من است. بزرگوارم، من میخوام چند دقیقه در مورد بحث هویت ملی و اینکه این هویت ملی چطور میتونه به ملت ایران کمک کنه با شما بزرگواران صحبت کنم. ایرانیان یکی از کهن‌ترین ملت‌های تاریخی جهان هستند. داخل پارانتز، ملت یک مفهوم نوین، تعریف نوین داره و یک شکل کهن داره. خیلی دیدیم چپ‌ها مدام ایراد میگیرن کشور مفهوم نوینیه، دولت مفهوم نوینیه، نمیدونم ملت مفهوم نه، اصلا اینجوری نیست. تمام مفاهیم سیاسی که ما میبینیم به شکل پایه‌ها و بنیان‌ها، ملت باشه، کشور باشه، شکل تعریف سنتی داره و شکل تعریف نوین داره. ایرانیان یکی از کهن‌ترین ملت‌های تاریخی جهان هستند. سابقه چند هزار ساله دولتداری و دیوان مداری دارند و به همین دلیل فاکتورهای هویتیشون، فاکتورهای فرهنگیشون، آیین‌هاشون، جشن‌هاشون، بعد زبانشون بسیار کهنه. یعنی ما میتونیم بگیم که با آغاز شاهنشاهی هخامنشیان، باز داخل پارانتز، ماتا هرگز از یاد نمیره. بسیاری از هموطنان آذری و کردمون همواره ایراد میگیرن که چرا ماتا رو فاکتور میگیرین. نه، ماتا رو فاکتور نمیگیریم، اما اون تبلور اصلی به دلیل میزان اسناد برمیگرده به دوره هخامنشیان. از 2500 سال پیش ما این رو میبینیم شروع میشه. یعنی تمام مفاهیمی که به عنوان نمادهای ملی شناخته میشه، جشن‌ها شناخته میشه، زبان ما ریشه در زبان هخامنشیان داره. پارسی نو ریشه در پارسی میانه داره که زبان ساسانیان بود، و اون هم ریشه در پارسی باستان داره که زبان هخامنشیان داره. یکی از معدود زبان‌های جهان کره خاکی در کنار زبان یونانی، در خانواده زبان‌های هندواروپایی که از هر سه دوره تاریخیش هم اسناد مکتوب وجود داره، هم اصطلاحاً شکل واژه‌ها و ساختار و قواعد رو آگاهی داریم ازش. برمیگردم به اصل سخن. اکثریت مفاهیم فرهنگی ما، هویتی ما، آینی ما ریشه در ایران باستان داره و با تقریبا سالهای پایانی شاهنشاهی ساسانیان اینها تکوین شده، مشخص، ساختارمنده. برای همینه که نوروز ما، چهارشنبه سوری ما، چله ما، آیین‌های دیگر ما، حتی کفن و دفن ما، حتی عرض کنم خدمتتون زبان ما، موسیقی ما، به نوعی ریشه در اون سالها داره که کاملا دیگه شکل نهایی رو به خودش گرفته. این مقدمه برای چی بود؟ برای این بود که بگم چطور به داد ما رسیده ای. پس از اسلام 1400 سال این هویت، این فرهنگ به داد ما رسید تا همچنان بمانیم و در مقاطعی دولت‌های خودمون رو بسازیم، در مقاطعی تحت سلطه باشیم، اما هویت خودمون رو داشته باشیم. ما با این که بخشی از خلافت عباسی بودیم کشورمون، با این که بخشی از خلافت اموی بودیم، اما هرگز در امت اسلامی حل نشدیم، بخشی از امت اسلامی نشدیم. چرا؟ چون زبان خودمون رو داشتیم، فرهنگ خودمون رو داشتیم، هویت خودمون رو داشتیم. حتی دینی که پذیرفته شد به زور شمشیر ابتدا و بعد هم گسترش پیدا کرد، باز شکل و شمایل ایرانی به خودش گرفت. یعنی هر کسی که در خلافت عباسی و اموی با اون خلفا درگیری پیدا میکرد، پناهگاهش ایران بود. از نظاری ها بگیرین، شیعیان دوازده امامی بگیرین، از زیدی ها بگیرین، یعنی هر کسی که با اونها به مشکل میخورد، باز پناهگاهش ایران بود. یعنی به هر نحو ممکن در جنبش شعبیه، به هر نحو ممکن ایرانی ها عصیان میکردن و تلاش میکردن که خودشون رو بیرون از اون امت تعریف کنن و خودشون رو حفظ کنن. برای همینه که 850 سال پیش نظامی گنجوی سروده همه عالم تن است و ایران دل نیست گویند از این قیاس خجل. این شعر نیست که فقط بشنویم بگیم بله شعری گفته شده، این مفهوم داره پشتش، کلی سخن داره. 850 سال پیش میدونین اروپا در چه وضعی بود بزرگواران؟ تحت سلطه کلیسا بود،
فرانسه‌ای به شکل کشور وجود نداشت، سوئدی به شکل کشور وجود نداشت، یک امپراتوری وجود داشت و بعد هم تسلط کلیسا رو داریم. یعنی بعد از روم، دوران روم، حالا شرقی غربی که میشه، تسلط کلیسا رو داریم. مفاهیم و اصطلاحاً اون بنیان‌های فکری برای ملی‌گرایی در اروپا وجود نداشت. در ایران نخبه شما که دولت ملی هم نداره، دولت فراگیر هم نداره. 850 سال پیش ایران دولت فراگیر هم نداشت، چه برسه به اینکه ملی باشه. میسرایت همه عالم تن است و ایران دل، ایران رو قلب زمین میدونه. این یکی دوتا مثال برای اینکه بگیم فقط فلان شخص میدونسته نیست، در تمام تاریخ ما این پراکنده است. شاهنشاه نادر بزرگ سکه ضرب کرده، سکه زرین، روی سکه نوشته سکه بر زر کرد نام سلطنت را در جهان، خسرو گیتی ستان نادر ایران زمین. یا نادر ایران زمین و خسرو گیتی ستان، نمیگه نادر کرد، نمیگه نادر فارس، نمیگه نادر ترک، نادر ایران زمین. این هویت ملی که تبلور اصلیش، یعنی اون چیزی که به ظاهر میتونیم ببینیم زبان پارسیه، من تبریزی با شما هموطنانم به این زبان گفتگو میکنم، محصول بخشنامه نیست که پدران ما هم اینجوری بودن. 1000 سال پیش قطران تبریزی توی تبریز شعر پارسی سروده، به فاصله 30-40 سال از فردوسی بزرگ، کسی روی گلوی قطران چاقو گذاشته بود که آقا باید شعر فارسی به سرایی. خیر، اون موقع هنوز نه حافظی هست، نه سعدی هست، نه نمیدونم خیامی هست. یعنی به فاصله 30-40 سال قطران در تبریز شعر پارسی سروده. این یک نظم تاریخیه، این یک انتخاب تاریخی نیاکانمونه که باید مورد توجه ما قرار بگیره. کل این سخنها رو برای این گفتم که بگم این چراغ راه ماست. ما اگر میخوایم از تونلی، از تاریکی، از ظلمی بگذریم، باید چراغ داشته باشیم. چراغ راه ما این فرهنگ، این هویت. از 80 سال پیش، 90 سال پیش، بعد از اون تاونی که در روسیه افتاد، بحث کمونیسم و انقلابی که در اکتبر 1917 شروع شد، این تاون به جان ما هم افتاد. در بحث زبان نمیدونم، رضا شاه زبان فارسی رو رسمی اعلام کرد، تحمیل کرد. اینها پرت و پلا هستن، خیلی عذر میخوام از این واژه ها، ولی مجبورم چون جان کلام رو این واژه فقط میرسونه. خیلی قبل‌تر از رضا شاه، 100 سال تو مکتب‌های این کشور، تو اقصانقاط روستاهاش و اینها، زبان پارسی گلستان و بوستان سعدی زبان درس بوده. قبل از رضا شاه هم 1280 خورشیدی، 5 سال قبل از فرمان مشروطه، مظفرالدین شاه قاجار زبان پارسی رو زبان رسمی مدارس عالیه و ابتدایی ایران اعلام کرده. شما شخصیت جهانی بوده، منشور سازمان ملل نوشته این آدم، منشور سازمان ملل که اینقدر بهش پرداخته میشه، این آدم جزو تیم اصلی نویسنده هاشه. رضا شاه اومده سر این آدم کلاه گذاشته. رضا شاه از 1300 تا 1304 که پادشاهیش رسما اعلام میشه، 4 سال زحمت کشیده، از روی اسب پایین نیومده، از خوزستان به آذربایجان، از آذربایجان به شمال، جنوب، شرق، غرب، این همه زحمت کشیده پادشاهیش رو ثابت کرده، لیاقتش رو، عزم خواب. بعد همون نمایندگان ملت این شخص رو برکشیدن و پادشاه کردن. شما در سال 57 چشم و گوش بسته اومدین، چه کسی رو سر کار آوردین؟ خطابم به همین هاست که هنوز اون گفتمان رو ول نکردن و هنوز دارن ادامهش میدن. آخوند که خب مشخص تکلیفش، توله های فضل الله نوری هستند، اینا ذهنشون، مغزشون، چیزها رو باز کنین، رساله ها رو، معلومه دیگه، عزم خواهم تهارت و اینجور چیز هاست. خطابم بازرگان، سنجابی، یزدی، قطب زاده است، پلشتایی که دانشگاه دیده بودن، اروپا رفته بودن، یقه اینها رو باید گرفت. شما چه کسی رو آوردین سر ما علم کردین، گذاشتین تو سفره من؟ من که اصلا 5 سال بعد به دنیا اومدم. سوختیم، هم نسل شما سوخت، خودتون سوختین، هنوز پشیمونی ندارین، نسل ما رو هم بدبخت کردین، آواره کردین، آواره دنیا کردین. پدران و مادران و خانواده هامون هم که تو ایران موندن به این وضعیت دچار شدن، هنوز اون تفکر رو، اندیشه رو شما رها نکردین. پدر و پسر به ایران خدمت کردن و یکی از درخشان ترین دورهای تاریخ ایران رو این پدر و پسر رقم زدن. اما هنوز که هنوز ما میبینیم دشمنی ها تداوم داره، ادامه داره. رضا شاه در دوران موسولینی بود. از دموکراسی شما حرف میزنین؟ کدوم دموکراسی؟ دموکراسی که محصول شد هیتلر؟ و
برای دموکراسی شما باید اساس داشته باشی، بنیان داشته باشی، ساختار داشته باشی. تازه دموکراسی که تو آلمان بود تو عالی ترین سطح بود، آزادانه ترین انتخابات منجر به انتخاب شخصی بماند هیتلر شد. خود موسولینی که از آسمون نیفتاد بود، با انتخابات اومده بود. جمع کنید این بحث ها رو. این وطن فقط یک راه داره، راه وطن خواهی، راه ملی گرایی. کارنامه امثال خیامی و ایروانی و نمیدونم افرادی که یه تکنولوژی آوردن، یه زحمتی برای اون کشور کشیدن، میارزه به سیل تا صدر افرادی بمانند نمیدونم این چپ ها و کمونیست ها و توده ها. و شما جز آشوب و جز ضرر و زیان و خیانت و دست اندازی در راه توسعه ایران چیکار کردین؟ جز مسموم کردن ذهن جوان ها چیکار کردین که هنوز ول نمی کنین؟ آقا بریم بازنشست بشین، بذاریم ما خود جوان ها میدونیم میخوایم چیکار کنیم. ما نمیخوایم نه توصیه هاتون رو میخوایم، نه هیچ چیزتون رو نمیخوایم. شما 5 دقیقه نمیتونی جلو من بشینی از کمونیسم و نمیدونم اون مزخرفات خودتون از لنین و استالین دفاع کنی. و کلام آخرم دوستان، عذر میخوام، این واقعا تو ته دلم مونده بود. بارهای بار ما شنیدیم میگن حق تعیین سرنوشت لنین 1917 که قدرت رو دست گرفت، واقعا کلام آخرمه، گفت هر کی بره سی خودش، به قول هموطنان عزیز بختیاری و لورمون، بعد هر کی رفت سی خودش. گرجستان اعلام استقلال کرد 1918، باکو اعلام استقلال کرد، ارمنستان اعلام استقلال کرد، بعد لنین زخمی میشه و زمینگیر میشه و استالین کارها رو دست میگیره، گفت چی؟ هر کی بره سی خودش نداریم، برگردیم ببینم. دونه دونه لشکر کشید، هم به ایروان لشکر کشید، هم به باکو لشکر کشید، هم به گرجستان لشکر کشید. پس کجا رفت اون حق تعیین سرنوشت؟ چرا به ما میرسه؟ فدرالیسم و نسخه و هزار تا گفت و زهرمار میبندید، به پیشوایان خودتون میرسه، لال میشین. استالین نه تنها یک متر خاک روسیه تزاری رو نذاش که بره، اضافه هم کرد در اروپای شرقی. اما به ما که میرسه نسخه میپیچین از فدرالیسم و نمیدونم انواع از تجزیه و یکی نسخه کلام آخرم بابک سر نه میدونم چیز داره، گفته بودم بابک لطف کنه تایمو نگه داره، یکی نسخه اتیوپی میپیچه، یکی نسخه ترکیه میپیچه برامو، یکی نسخه نمیدونم مالزی میپیچه، یکی نسخه سوئیس میپیچه، یکی نسخه بابا یه نفر برای ایران نسخه ایران نمیپیچه. آقا فکر کن ببین این کشور، شما باید تمام مختصات یک کشور رو بررسی کنی بعد در مورد حرف بزنی. فکر میکنی فدرالیسم آمریکا برای فرانسه خوبه؟ نه، چون مختصات خاص خودش رو داره، ایران مختصات خاص خودش رو داره. باید تاریخ ایران رو بدونی. آیه مهتدی اسمی برم، خانم علی نژاد، آیه اسماعیلیون، آیه یکی دوتا که نیستن، که باید تاریخ ایران رو بدونی. شما این کاره نیستین، شما 5 دقیقه در مورد تاریخ ایران نمیتونی حرف بزنی. شما نمیدونی فروغی کیه، تیمورتاش کیه، مویید احمدی کیه، تقی‌زاده کیه، نمیدونی، چون این کاره نیستی. باید اول بری مطالعه کنی، بعد بتونی فقط حرف بزنی، نه اینکه بیای ادعای رهبری کنی. اگر میخواین برای ایران تصمیم بگیرین، باید تاریخ این کشور رو بدونین، هویت این کشور رو بدونین، گذشته این کشور رو بدونین، بعد میتونین بیان سخنی بگید. خیلی خیلی سپاسگزارم و عذر میخوام واقعا. خیلی ممنونم. آقای سپهری، قبل از اینکه شما بگید، من حالا تازه متوجه شدم چرا یک پزشک رو گذاشتن تو این پنل بنشینه. آره سکته میکنم، من اینجا میدیدم دستان جناب آقای بهمن گرامی داشت میلرزید، من تازه متوجه شدم که برای همین بود من رو اینجا گذاشتی. و برای همینه که میگم که ما در روایت و در گفتمان پیروز هستیم، به همین دلیل. خیلی سپاس از سخنان شما و وطن پرست دیار آذربایجان که منم افتخار هم ولایتیش بودن با ایشونو دارم.